و اسلام دو چهرگیر نمیپذیره. ما چهره نباید یک چهره به خاطر خدا داشته باشیم، یک چهره دیگه باز در یک جای مخفی داشته باشیم. یک چهره ما به خاطر رحمان باشه و یک چهره ما به خاطر شیطان باشه. اسلام چنین دو چهرگی را نمیپذیره. اسلام برای مؤمن واقعی فقط یک چهره را تعیین کرده، و چهره توحید و اخلاص، و فقط و فقط به خاطر الله یک چهره را تعیین کرده. ما جهت برای خدا داریم و جهت به غیر خدا داریم، هر دو طرف خوشحال میکنه. این اخلاص و توحید کامل گفته نمیشه. این اخلاص نیست. این مؤمن واقعی گفته نمیشه. که در رمضان یک مؤمن واقعی باشه، در غیر رمضان یک کس دیگه باشه. در داخل مسجد در صف اول یک مؤمن واقعی، خارج از مسجد در معاملات یک کس دیگه. این اخلاص گفته نمیشه. حالا در تحقق اخلاص آیا نیت شرط هست یا خیر؟ نیت در تحقق اخلاص، یعنی که اخلاص رو به کمال برسونه، خیلی مهم است. ایره بیادتان باشه سرم زی لحظه، هر قدمی که برمی داشتین یک دفعه به فکرتان ایره بگذارن که من به چی خاطر انجام میدم. این باید عادتتان باشه. اگر این عادتتان گشت، همه عادتهایتان به عبادت مبدل میشه. حالا امی لحظه تجدید نیت کنه که من به این جلسه ای که نشستگی هستم به چی خاطر نشسته هستم. امی کسی که صدای مرمی لحظه میشنوم به این خاطر نشنو که یک دو دقیقه وقت ما گرفته شو به یک چیزی مفید. نه خیر، به این خاطر بشنو که فقط به خاطر الله میشنو میشه. همین لحظه تجدید نیت کن. حضور نیت در هر کار، یعنی در تحقق اخلاص، خیلی مهم است. دوم چیز، زدودن شایبه های دنیوی. اول تحقق نیت به خاطر تحقق اخلاص خیلی مهم هست. بعدش هر نوع شایبه دنیوی را از فکرت دور کن. همین لحظه دی فکر نباش که من دی درس نشستگی باشم که باز من دی درس غیر حاضر نشوم. این زدودن شایبه های دنیوی را از دور کن تا اخلاص تحقق بیابه، تا اخلاصت کامل شود. اگر نیت حضورش نباشه و همچنان شایبه های دنیوی دور نشوه، اخلاصت به کمال نمیرسه. این ربانیتت که تو به خاطر الله کار را انجام میدی به کمال نمیرسه و باید به کمال برسه. اهمیت نیت در قرآن چقدر مورد توجه قرار گرفته. گاهی اوقات در قرآن کریم آمده اراده آخرت ذکر شده. من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. یرید الاخره مراد نیت هست، اخلاص هست. یا در جای آمده ابتغاء وجه الله یا رضایت الله. این در قرآن کریم اهمیت اخلاص خیلی بیان شده. مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. گاهی قد به ابتغاء مرضات الله ذکر شده. اهمیت نیت و اهمیت اخلاص در قرآن کریم برای ما شما نمایان می سازه. در احادیث پیامبر هم همین قسم ذکر شده. در هر کتابی که ما باز میکنم در اولینش نوشته است، در اولین حدیث، یعنی اولین کتاب که ما باز میکنم از حدیث، هر کتابی که باشه اولین حدیثش انما الاعمال بالنیات هست. عمل ارزش پیدا میکنه توسط نیت. عمل کوچک توسط نیت بزرگ میشه. گاهی اوقات عمل بزرگ توسط نیت کوچک میشه. حالا اگر میری توی دیگه نشستگی هستی، اگر نیتی تی باشه که من غیر حاضر نشوم، این عمل بزرگت، این خستگیت کوچک شد. اگر به این خاطر بنشینی که من به خاطر خدا نشستگی هستم، این عمل کوچکی یک ساعتیت شاید به یک عمل خیلی بزرگ نزد الله تبدیل شوه. این توسط نیت تبدیل میشه. انس رضی الله عنه میگه که ما از جنگ تبوک برگشتیم، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم برای ما یک حدیث خیلی جالب را بیان کرد. گفت ان اقواما خلفنا بالمدینه ما سلکنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا. گفت در مدینه کسایی مانده بود که در ثواب و در اجر و پاداش با ما شریک هستند، هیچ وادی را طی نکردند و هیچ دشت را قدم نزدند، هیچ صحرای را قدم نزدند الا وهم معنا. صحابه یک دفعه به چرت شد که ما رفتیم زحمت کشیدیم در جنگ تبوک اشتراک کردیم، ولی کسایی بودند که با ما نرفتند ولی ثواب را گرفتند. حبسهم العذر، یا در حدیث آمده که حبسهم المرض، اینها را حبس کرد عذرشان، عذرشان اینها را نگذاشت که به اینجا بیاید. گاهی اوقات یک انسان قصد میکنه که بر نماز تهجد بلند شود، ولی یک عذر مانعش میشه، یک عذر شرعی بنابر ضعف انسانیش نمیتونه بلند شده. این همو ثواب پاداش اجر تهجد را میگیره. میبینیم که در تحقق اخلاص، در این نیت در تحقق اخلاص خیلی مهم هست. این رو بفهمین که پاداش مختلف میشه با نیت های مختلف. حتی ابن مسعود روایت میکنه که رسول ما صلی الله علیه و سلم سینه و اسب را برای ما بیان کرده.
یک اسب رحمان هست، یک اسب شیطان هست، یک اسب انسان هست. اسب رحمان کدام اسب را گفته میشه که به خاطر خدا نگهداری میشه که روز ما به خاطر خدا در میدان جهاد با این اسب شرکت بکنم. علف دادن از این هم ثواب داره، سوار شدن از این هم ثواب داره و این بولی که میکنه این اسبی هم در ترازوی اعمال مجاهد گذاشته میشه، چرا که در تحقق نیت پاداش مختلف میشه. یعنی شما که وقتی که نیتتان مختلف شد، نیتتان خدایی شد، ای کارتان انگیزهش، حرکتش، تمامش به خاطر خدا میشه. اسب شیطان کدام گفته میشه که به این خاطر گذاشته شده باشه کدام روز این نگهداری شوه که من در این کدام روز کار شیطانی را انجام بدم، یک انگیزه شیطانی باشه. علف دادنشم هم شیطانی هست، گناه هست، سوار شدنش هم گناه هست و این چیزی که مدفوعی که میکنه هم در ترازویت اعمالت نه بلکه شاید به ضررت تمام شه. ایره اسب شیطانی گفته میشه. اسب انسانی کدام هست؟ اسب انسانی ایره گفته میشه، اسب انسان او رو گفته میشه که به خاطر از این نگهداریش من به خاطر از فقر خود دور بکنم، شاید فقرش دور شود. پس اختیار در دست شما هست که کارتان شیطانی هست، کار رحمانی هست یا کار انسانی هست. و فقط به خاطر رحمان باید باشه تا کار نتیجه بخش شوه و مفید باشه و بالاخره اطمینان قلبی برات حاصل شوه. علما گفته که نیت در فعل تأثیر داره، در فعل تأثیر داره، دقیق متوجه باشن. گاه نیت حلال را حرام میگردانه. مثال براتان میگم، در نیت قربانی اگر نیتت خدایی نباشه خوردن گوشت حرام هست. به خاطر یک فرد باشه خوردن از این گوشت، حلال کردنش، قربانی کردنش حرام هست. میبینیم که نیت چیز حلال را حرام کرد، آنقدر مؤثر است. اگر انسان به قصد از این انگور میخره که از این شراب تهیه بکنه، خریدنش هم گناه هست، شراب تهیه کردنش هم گناه هست. اگر به قصد از این بخره که انگور را تناول بکنه و ایر به خانواده خود ببره، خریدنش هم ثواب است، به خانواده دادن هم صدقه شمرده میشه. میبینیم که نیت گاهی اوقات حلال را حرام میگردانه. اینو متوجه باشین. فروش اسلحه، کسی یک جای اسلحه ای را فروش میکنه، اگر به قصد ازی باشه که مسلمان ها توسط از تمویل شود در میدان جهاد فی سبیل الله از استفاده بکنن، این ثواب هست. اگر به خاطر قتل غیر مسلمان، قتل مسلمان بی گناه استفاده میشه، اینمی فروششم گناه هست و یکی کسی رو میگیره حمل میکنه همیش گناه هست. میبینیم نیت کار حلال رو حرام میگردانه. آن با آن اندازه خیلی مهم هست. نظر، حالا اگر کسی قصد ازی کرده باشه که من یک طاعت را در فلان وقت انجام میدم، در فلان روز فلان کار ما اگر شد ما این فلان طاعت را یا عبادت را انجام میدم، این باید ایفای نظر بکنم. ولی یوفون نذورهم، فهمیده شد؟ آلی اگر کسی نیتش ای باشه که ما با فلان نفر گپ نمیزنم، با فلان نفر گپ نمیزنم، صحبت نمیکنم، این نیت خود را باید بشکنانه. این نیتش خدایی نیست، این میده که چندان نیت نیست که من با فلان نفر صحبت نمیکنم، قسم خورده باشه که والله العظیم با اون نفر من از ارگیز صحبت نمیکنم. نه خیر، این ایره به وفا نمیشه که تو به این نظرت وفا بکنه. و حتی الفاظ طلاق صریح و کنایه داره. اگر کسی به خانم خود میگه طلاق استی، طلاق استی، طلاق استی، اگر به شوخی هم بگه طلاق میشه. آله اگر کنایه بگویه، یک نفر برای خانم خود میگه که من از من خلاص هستی، من دوست ندارم، برو از خانه من بیرون شو، اگر به این نیت طلاق را داشته باشه، این طلاق با این واقع میشه. توسط چی؟ نیت. آنقدر مهم است. این نیت را ما دست کم نگیریم. حافظ سیوطی رحمه الله بیان کرده که علما میگه که نیت در فعل انسان تأثیر داره. مثال دیگه براتون بیان میکنم. کسی که در داخل دریا خود را به خاطر غسل کردن میاندازه، اگر بیاندازه بدنش پاک میشه، نمازشون با این بدن درست میشه، با می حالت درست میشه. اگر نیت کرده باشه این غسلش ثواب داره، اگر نیت نکرده باشه غسلش فقط یک پاکی است. چقدر تأثیر داره نیت در اعمال انسان. دیگه مثال براتون بیان میکنم. علی یک نفر میگه که در ما حول خانه کعبه طواف میکنه، یک چیزش گم میشه. در حالتی طواف پشت امی چیز خود میگرده، طواف نیست، پشت امی گم شده خود میگرده. بالاخره آنقدر طواف میکنه که شاید 14 شوت بگرده، 14 شوت بگرده به خاطر گم شده خود، اصلا ثواب نداره. اگر به این خاطر بگرده که من طواف میکنم به خاطر خدای ثواب میگیره، نیت تأثیر داره. تا به حال پشت گم شده بود، اما حال به خاطر چی است؟ به خاطر طواف، به خاطر خدا هست. نیت تأثیر داره.
نشستن در مسجد یا کسی در مسجد وقت میره اگر نیت اعتکاف نکرده باشه یه آنقدر مفید نیست. با مجرد داخل شدنش که داخل میشه اگر نیت اعتکاف کرد، هم نیت مسجد داخل شدن رو میگیره، هم نیت نشستن رو میگیره، هم نیت نماز رو میگیره، هم اعتکاف رو میگیره، همه چیزا رو ثوابش رو میگیره. تأثیر نیت در فعل انسان خیلی مهم هست. یک جالب تر چیز دیگه، این خیلی دقیق متوجه باشید، یک کسی هست در یک اتاق تاریک قرار داره، با یک کسی اشتباهاً مجامعت میکنه به فکر از اینکه خانمش هست، بعد از که صبحش خبر میشه که خانمش نبوده، این گناهکار نشده. متوجه شدین؟ بیگانه بود، به فکر از این مجامعت کرد که شاید خانم ما باشه، وقتی که صبح خبر میشه که خانمش نبوده این گناهکار نمیشه. یک کسی دیگه همراه خانم خود در یک اتاق خواب است مجامعت میکنه، یک شب خانمش نیست، یک کسی دیگه به جای خانمش است، به این فکر که شاید خانم ما باشه، قصد مجامعت داره، به قصد ازی که شاید خانم ما باشه، در حالی که این نیست خانمش، این خود زنا شده، اما در حقیقت این زنا نیست بلکه چی است. اگر نیتش صادق باشه این صدقه هم شمرده میشه. نیت در فعل تأثیر داره، چرا که نیتی از این نبود که من با یک کسی که قصد مجامعت دارم و فکر نمیکرد که شاید خانمش نباشه، و فکر میکرد خانمش است. یعنی علامه سیوطی رحمه الله میگه که آنقدر نیت در فعل تأثیر داره. خب بالاخره اگر متوجه بشیم تمام چیزها به نیت وابستگی است دیگه. همین لحظه تو به خاطر چی نشستگی هستی؟ اگر به خاطر الله نشستگی باشی خیلی مفید است، اگر به خاطر غیر خدا نشستگی باشی هیچ مفید نیست، هیچ فایده برات مرتب نمیشه، فقط معلوماتت بالا میره که هم در نهایت برات حجت میشه، علیه دلیل میشه که تو چیز را میفهمیده چرا خدا نمیفهمانده. نه تنها که فایده نداره بلکه شاید به تاوانت باشه. در مباحات حتی نیت تأثیر داره. کشاورزی میکنه، کشاورزی تا به این خاطر بکنه که من دستم به حرام دراز نشوه، کشاورزی میکنه، زراعت میکنه، ثواب داره. حتی کسی که با خانم خود مجامعت میکنه در این صدقه است، فی بضع احدکم صدقه. یک صحابی سوال گفت یا رسول الله دیگه کارم صدقه شمرده میشه؟ گفت آه. گفت آیا اگر ایره به محل حرام استفاده بکنه گناه هست؟ گفت آه. گفت ایره که به محل حلال استفاده میکنی پس ثواب باید برات باشه. یعنی میبینی که اگر عمل مباح به چی تبدیل میشه؟ توسط نیت به عبادت تبدیل میشه. قبول هر عمل دو رکن داره، اول اخلاص و تصحیح نیت که صحت باطن مراد هست، که در حدیث انما الاعمال بالنیات معلوم میشه. هم اخلاص تصحیح نیت مربوط به باطن میشه، توسط چی گفته شده برای ما شما؟ انما الاعمال بالنیات. یکی موافق سنت باشه که صحت ظاهری رو برای ما تضمین میکنه، که ظاهرشون باید صحیح باشه. این در کدام حدیث معلوم میشه؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. آیت قرآن کریم رو تایید میکنه، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالح ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این وقت عملت درست میشه، در غیر صورت عمل درست نیست. بزرگان چقدر در نیت زحمت میکشیدن. ابن مسعود رضی الله عنه میگه سخن و عمل بدون نیت پذیرفته نمیشه. دقیق متوجه باشه. یحیی رحمه الله میگه نیت را یاد بگیرین، به خاطر که از عمل کرده نیت مهمتر است. سفیان ثوری رحمه الله میگه هیچ کار دشوارتر برای ما از تصحیح نیت در یک کار نبوده. ما تصحیح نیت میکردم، از طرف دیگه شیطان برای ما حمله میکرد. از این طریق که نیت خود را تصحیح میکردم، از طرف دیگه شیطان برای ما حمله میکرد. مگه هیچ کار دشوارتر از تصحیح نیت برای ما نبوده؟ سفیان ثوری رحمه الله میگه. زبید یامی رحمه الله میفرماید میگه دوست دارم در هر کار خود نیت بکنم، حتی خوردن و نوشیدن دیم نیت بکنم. بنافی کسی گفت بیکی بریم به جنازه کسی، گفت منتظر باش. بعد از حرکت گفت خیرت باش، چرا استاد شده؟ گفت تصحیح نیت کردم که به چی خاطر برم، به این خاطر برم کدام شناخته ایم است، یا کدام به این خاطر که حق مسلمان است، یا به این خاطر که فقط و فقط به خاطر خدا میرم. حال نیت ها فرق داره، هر کس به اندازه نیت خود ثواب میبره. حال یک نفر از به این خاطر میره که شناخته ایم است، مچون که چقدر ثواب خود برد. یک کس دیگه به این خاطر میره که در جنازه ما باز دیگر از اشتراک بکنه، یا در جنازه اهالی و یعنی خانواده ما اشتراک بکنه، یک نیت دیگه است. یک کسی به این خاطر میره که حق مسلمان هست، یک کسی به این خاطر میره که فقط به خاطر الله میرم، یک از بنده های الله هست، من ثواب میگیرم. حال نیت ها گفتم یک عمل کوچک را متوسط نیت خود بزرگ کرده میتونیم. عبدالله بن مبارک رحمه الله میگه
میگه در هر کارتان نیت بیاورید، به خاطری که نیت کار کوچک را بزرگ میکنه و کار بزرگ را کوچک میکنه. مثال براتون میگم، بزرگترین اعمال جهاد فی سبیل الله و حج به خاطر خدا هست. اگر این حج به خاطر خدا نباشه و جهاد به خاطر خدا نباشه، با تمام سختیش در نزد الله متعال به اندازه بال پشه هم ارزش نداره. اگر تبسمت بر روی برادری مسلمانت خدایی باشه، از او حجی که به خاطر غیر خدا است ارزشمند است. میبینیم که عمل توسط نیت چقدر کوچک و چقدر بزرگ میشه. این توسط نیت میشه، کدام چیز دیگه نیست. این نیت کدام چیز دیگه هم کارن رو فقط در ذهنت یک لحظه فکر کن که من به خاطر چی کار خود این کار رو انجام میدم. و از ریا هم از خطرش خود را آگاه کنه. دیروز در درس غازی سب گفت که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای مؤمنا، صدقاتتان را وقتی که میپردازین توسط احسان بار کردن بالای کسی، ایره باطل نسازین. ما بودم که شما رشد کردین، این ما بودم که دعوت رشد کرد، این ما بودم که خانواده را ایت رشد دادم. خیلی خانواده خواست قبل از تو مسلمان بود، وقت تو کجا بودی؟ قبل از تو مسلمان بودی خانواده، وقت تو گفته تو خو نبودی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، چیز قابل ملاحظه هم نبودی، وقت تو کجا بودی؟ او وقتی که دین به پیش برده میشد، او وقت تو کجا بودی؟ تا به حال که دین جریان داره، همی تو میدرخش مانند آفتاب درخشان، وقت تو کجا بودی؟ یعنی با یک احسان بار کردن تو عملت باطل میکنی، خریا هست دیگه. قتاده رحمه الله میگه، وقتی بنده کار را به خاطر ریا و ریاکاری انجام میده، میگه الله متعال به فرشته ها میگه که ببینید که بنده مر مسخره میکنه. خیلی جالب هست، به فرشته ها الله میگه این بنده را متوجه بشین که مر مسخره میکنه. در مسجد ایت با تواضع استاد است، فکر میکنه فقط به خاطر خدا نماز میخونه، ولی مردم متوجه است که مردم طرف ما ببینه که چقدر یک انسان با تقوا و چقدر یک انسان مخلص است. الله میگه ببین مر مسخره میکنه. چرا انسان قدر ضعیف شوی کار خود را به خاطر انسان های ضعیف انجام بده؟ چرا خود خسته میکنه؟ مالک بن دینار رحمه الله میگه، کارت به خاطر خدا نیست، خود خسته نکن. چرا خسته کنیم خود را؟ مرو بخواب. ببین اگر کار به خاطر خدا نباشه، والله خوابیدن به خاطر خدا ارزشمند است. اگر عبادتت به خاطر خدا نباشه، عبادت ما به خاطر خدا نباشه، از او که خواب کردن به خاطر خدا خیلی ارزشمند است. بخواب مزو کرده. چرا که نباید الله متعال به فرشته ها بگوید که بنده را ببین مر مسخره میکنه. حقیقت اخلاص چی هست؟ که ملاحظه اشخاص ده او نباشه، هیچ ملاحظه اشخاص ده او نباشه، نه پدر ده او سهم داشته باشه، نه مادر، نه برادر، نه رفیق، نه دوست، نه استاد، نه کدام بزرگ دیگه. این ملاحظه اشخاص ذره ده او دخل نداشته باشه که به خاطر انسان صورت میگیره. جنید بغدادی رحمه الله میگه، اخلاص رمزی هست بین عابد و معبود. ایره نه فرشته ها خبر داره و نه ایره کسی را بوده و دزدیده میتونه، هیچ کسی کارو کرده نمیتونه. یک رمزی هست که فقط به خدا معلوم هست. امی لحظه من صحبت میکنم، شاید کوشش بکنم که خیلی با فصاحت و بلاغت صحبت بکنم. صحبت من رو شما شاید به خاطر خدا بشنوید، اما از قلب من خدا آگاه است که ایره من به خاطر چی میگم. شاید شنیدن تو از گفتن من کرد ارزشمند باشه، شاید گفتن ما از شنیدن تو که ارزشمند باشه، شاید گفتن ما شنیدن ما و تو هر کدامش هیچ کدامش ارزشمند نباشه. او کسی که می لحظه پشت فیسبوک نشستگی است و ای لایف را میبینه، شاید او خیلی ارزشمند باشه برای او. شاید نزد خدای شنیدن او خیلی ارزشمند باشه. ما تو در صحنه قرار داره، قدر مفید است نیت در اعمال. ابو عثمان میگه که حقیقت اخلاصی است که نظر مخلوق را فراموش کنه. هیچ اصلا مخلوق مد نظر نداشته باشه که دی بخش مخلوق از ما خوشحال شود. حذیفه مرعشی رحمه الله میگه حقیقت اخلاصی است که ظاهر و باطن انسان یک چیز شود. ذنون مصری رحمه الله میگه اخلاص ایره گفته میشه که مدح و ذم برت مساوی شود. هر زمانی که در مسیر خدا، در مسیر عبادت و طاعت به خاطر خدا، اگر مدح و ذم برت مساوی شد، اگر مردم توصیفت را میکرد هم کارت ادامه داشت، اگر مردم یک روز توهینت کرد هم کارت ادامه داشت، تو سخت بنده خدا هستی و سخت به حقیقت اخلاص پی بردی. اگر با توصیف مردم کارت افزون یافت و با توهین مردم و تحویل نگرفتن مردم کارت پایین آمد، بفهمید که حقیقت اخلاص را پی نبردی.
دیروزنونی مصری رحمه الله میگه عناصر اساسی تشکیل این تشکیل کننده اخلاص چی است؟ چی قسم بتوانیم که ما اخلاص خود را کامل بکنیم؟ اول مخلص به نظر مخلوق اهمیت نمیده، فقط و فقط خالق را مد نظر داره. فضیل بن عاز رحمه الله میگه، میگه انجام عمل به خاطر مردم شرک است و ترکش ریا است. اگر انجامش به خاطر مردم داده شرک کرده یا کسی دیگر شریک ساخته، اگر به خاطر مردم ترکش کرده ریا کرده. از این معلوم میشه که اخلاص خیلی سخت است که هم به خاطر خدا انجام بدیم هم به خاطر خدا ترک کنیم. اونم حدیث است، نمیگه من احب لله و اعطى لله و منع لله و ابغض لله و احب لله فقد استكمل الايمان. تو احادیث متفاوت با الفاظ متفاوت نقل شده. این انسان ایمانش کامل هست که همیش فقط و فقط به خاطر خدا باشه. اصلا مخلوق را اهمیت نده که مخلوق چی میکنه، مخلوق به تو چی فایده و ضرر خاطر رسون. خود رسول الله میگه لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، مگر چیزی که خدا بخواهد. ای اولین عنصر تشکیل کننده اخلاص اینمی هست که به نظر خالق فقط و فقط اهمیت بده. دوم عناصر تشکیل از عناصر تشکیل کننده اخلاص چی است؟ که ظاهر و باطن انسان یکسان شوه. سری سقطی رحمه الله میگه، میگه اگر کسی در بین مردم طور خود را وانمود بسازه که در قلب او قسم نیست، به زودترین فرصت از نظر خدا میفته. باز براتون میگم، اگر کسی خود را در بین مردم طور نمایان میسازه که از درون او قسم نیست، به زودترین فرصت از نظر خدا میفته. ان شاء الله که عمر بن عبدالعزیز رحمه الله میگه، میگه بترس از حالتی که در ظاهر دوست خدا باشه و در باطن دشمن خدا باشه. در ظاهر خیلی خوب آدم باشه، در بین مردم قاری سب، مولوی سب، مفتی سب، دعوتگر سب، اما از درون فاسد، بدبخت، خائن. از این حالت بترس که سخت به زودترین فرصت از نظر خدا میفته. وقتی که انسان از نظر خدا افتاد بیکرامت میشه. و من یوهن الله فما له من مکرم، کسی که از نظر خدا بیفته پس کی او را با کرامت خواد کرد؟ هرگز نمیتونه. بین اعمال ظاهر و باطن خود را همین لحظه با خود فکر کنیم که آیا ما چهره ظاهری ما مثل چهره باطنی ما هست؟ ای که میبینم که خیلی سخت است، خیلی سخت است. ما خیلی برای نظر مخلوق اهمیت میدیم، حتی متوجه لباس خود هستیم که لباس ما درست است که سلیقه خوب چیز است، لباس ما بخاطر مخلوقی تو یک نوه در حالتی که جمع کامره پیش روی ما استادگی است، نباید ما در کامره قسم دیگه بیام. آیا به پیشگاه خدا کدام روزی را مد نظر داشتم که قلب ما در کجا هست وقتی که ما به نماز استاد میباشم؟ و یکی از عناصری که اخلاص را تکمیل میکنه، اخلاص خود را نبین. ایوب سوسی رحمه الله میگه، میگه اخلاص ندیدن اخلاص است. یه تو نشه که تو مخلص شوی باز بگه سخت اخلاص من شدم، خب باز خرابش کردی. از ما کرده بنده مخلص خدا دیگه وجود نداره. خب با گفته ایوب سوسی اشتباه کرده دیگه. و دیگه تشکیل دهنده اخلاص ترس از نفوذ ریا. در هر مورد مثل قاری سنجی وری کوشش میکنه که از ما ریا نشوه، ریا نشوه دمی عمل از ما. در هر مورد ترس داری، خوب میفهمی که کار به خاطر خدا انجام داده شد. در یک جای تنها نماز میخوانی، بازم میگه که می به خاطر مردم نباشه. همین خودش اخلاص است، به شرطی از اینکه نگویی که اینمی خودش اخلاص است که باز اشتباه کردی. دعا بکنیم که اللهم جعلنا من عبادك المخلصين، ای پروردگار ما را جمله بنده های مخلص قرار بده. خیلی سخت است که انسان مخلص باشه، انسان فقط و فقط به خاطر خدا زندگی بکنه. خیلی سخت است، بی نهایت دشوار هست، به گفته سفیان ثوری رحمه الله. ولی ما در بین مردم بین حکایت از مردم هم داشته باشیم، حکایت از خود داشته باشیم. مردم روزه میگیره که می رژیم غذایی ما خود تعقیب شه، ولی عقل توسط روزه نیت شد. حج میکنیم، یک سیاحت خوب است، یک سیاحت خوب میشه. امی احساس خطری که ما در کشور خود میکنیم، احساس خطرم از ما دور میشه. نیت نیست، درست نیست. نماز شب از این خاطر میخوانم که ما باز در نماز شب بلند میشم که یک چیز رو حفظ میکنم که اگر مو حفظ تکمیل شد. نماز شب به این خاطر میخوانم که اگر خداوند علم مرا افزوده کرده، با علم خود با مردم مناظره و مباحثه کردم. نماز شبت به ارزش میشه، فقط و فقط به خاطر خدا بلند میشم. اما یک از بزرگا بود، میگفت اگر من توانایی رو میداشتم، گفت بهشت را آتش میزدم و جهنم را خاموش میکردم که مردم فقط و فقط خدا را به خاطر خدا بودنش پرستش کنند. و یه خیلی لذت داره که خدا را فقط فقط به خاطر خدا پرستش کنه. ارزشمندتر از خدا چیزی وجود نداره.
درست است که بهشت رفتن خیلی یک فضیلت است، یک آرزو هست نه، اما ای که رسیدن به خدا، رسیدن به همه خوبی ها هست. تدریس میکنم از این خاطر که علم ما فراموشی من نشوه، خلاص نیست. یک کمی وادار به مطالعه شوم، خلاص نیست. یک کمی سخن گفتن را یاد بگیرم، خلاص نیست. یک کمی زبان ما تیز شوه، خلاص نیست. عضو میکنیم به این خاطر که بدن ما خنک شود. اخلاص گفته نمیشه، به خاطر خدا عضو میگیرم. میبینیم که ما اکثریت عبادات ما میبینیم که در معرض خیر خطر واقع است. غسل میکنم تا بوی بد از ما دور شود. نه غسل به این خاطر نکن، به خاطر خدا غسل کن که ثواب بگیری، موجب قربت تو به خدا شود. با عیادت برم که دیگر از عیادت ما بیه باز از ما خفه نشود. ولی در یک عیادت یک رفیق خود رفتم، در دیگرش اگر نرم باز در دلش خیلی گپا شاید بگذاره. ببینیم کل اعمال ما اینو روزمره ما به یه چیز مبتلا هستیم، به یه چیز سر و کار داریم، به یه چیز عجین شده ایم. تشییع جنازه میرم که روز دیگه باز تشییع جنازه ایم هم بیایه. نشانه های اخلاص چی است؟ حالا چی بفهمیم که ما مخلص هستیم یا خیر؟ انسان مخلص از شهرت سخت ترس داره. مبادا در بین مردم مشهور شو. ابراهیم ادهم رحمه الله میگه شهرت طلب نه خدا را شناخته و نه خدا را تصدیق کرده. کسی خدا را بشناسه، خدا را بشناسه و با خدا تصدیق کامل و جازم و محکم و استوار داشته باشه، او باز میگه فقط به خاطر خدا هستم من. در پیش خدا مشهور باشم، خدا مرا بشناسه. ترس از شهرت داره اگر چی مشهور میشوه، ولی ترس از شهرت داره. ابراهیم ادهم و تو میشناسیم. حالا میگیم که ابراهیم ادهم میگه میدونه که یک ام خوشحالترین شب ما در تمام عمر کدام شب بوده؟ کسی پرسان کرد کدام شب؟ گفت یک شب در یک قریه مسافر رفته بودم، دلدردی بر من در داخل یک مسجد پیدا شد. شام شب را میخواستم که در مسجد سپری بکنم، گفت خادم مسجد یا مؤذن مسجد آمد از پای ما کش کرده گرفت مرا در داخل بیرون مسجد انداخت. گفت سخت خوشحال بودم از شب خود. گفت چرا خوشحال بوده؟ گفت نفهمید که ابراهیم ادهم هست. گفت اگر میفهمید چون کار را نمیکرد باز در استقبال ما استاد بشه که محترم سب سلام علیکم حاجی سب محترم خوب هستی بخیر جان جو. باز حاجی سب به خاطر یارسی بودنش در مسجد میگذاشت. حالا اگر ما را کسی توهین بکنه، حالا ما را توهین کرده هیچ خوشم نمیاد دیگه، گم کن. ولی رو باید بفهمیم خیر است که ما را مردم ای آن قدر حقیر شویم، آن قدر ذلیل شویم، پروا نداره، نزد خدا ذلیل نباشه. بشر حافی رحمه الله میگه کسی را ندونم که شهرت را دوست داشته باشه مگر هم از دین دور میشه هم رسوا میشه. انسانی که شهرت طلب باشه و فقط به خاطر شهرت کار میکنه، میگه هم دین ازش میگروزه و هم به زودترین فرصتی رو خودن رسوا میسازه. الله متعال از حالت ما شما را نجات ببخشه. ابن مسعود رحمه الله یک جای روان بود، یک تعداد مردم از پشتش قدم زنان از پشتش حرکت کردن. مردم پشت سر خود دید، گفت و مردم گفت از وضعیت ما اگر خبر شوین، گفت دو نفرتون پشت ما نمیاد. این جمله را خوب با یادتان باشه، خوب خدا میشناسیم. هر کدام ما سخت خود را خوب میشناسیم. آیا اموتو هستم که واقعا هستم؟ نه، در مخفیگاه ها یک چهره دیگه داره، در بین مردم چهره دیگه هست، در بین رفقای چهره دیگه هست، پیش روی خانم خود یک کسی دیگه هستم. بین از این حالت به خدا پناه ببرم که خیلی سخت است. هیچ ارزش نداره که در روز قیامت بروی تمام اعمالت زحمت کشیده باشه الله بگه من قبول ندارم. برو اعمالت را ثوابش از کسی بخواد به خاطرش انجام داده. یه از نشانه های اخلاص است. دوم نشانه اخلاصی است که اتهام نفس. همیشه خود را به تساهل و به سستی و تنبلی متهم میکنه. والا من سست و تنبل هستم. یکی تنبل گفتن از روی زبان هست، یکی واقعا از درون خود رنج میبره که والا چیزی نکردم. مگرم 25 جوان 30 جوان دعوتش به میاندازه باشه که 3 شاگرد تدریس بکنه و هم در استادی غیر حاضر باشه، خوشحالم باشم که سخت دعوت جریان داره. به 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 متوجه هستن؟ اگر نفس خود را متهم نکرده ما مخلص هستیم. رسول الله را الله دستور میده که فاذا فرغت فانصب و الى ربك فرغب و اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. از یک عبادت که فارغ شد به دیگه عبادت مصروف شو. یک مسابقه را که برگزار کرده متوجه از این باش که سخت خیلی مردم 1836 نفر در مسابقه عقاید اسلامی اشتراک کرده بود، برنامه‌ایت بر زمستان آینده چی است؟ هیچ.
چرا که یک مسابقه خو برگزار شد که تا به حال تو مسابقه برگزار نشده بود. نفست متهم که بخیر چیزم نکرده و انجام کار بدون سر و صدا. انسانی که مخلص باشه کار را بدون سر و صدا انجام میده. به چی معنا؟ کدام جای سر و صدا برپا نمیکنه که من یک جای یک کار را انجام دادم کسی نام مرا نگرفت. یک سرباز گمنام هست، هیچ کار نداره که نام کدام جای گرفته شوه. کدام جای در جلسه داخل شدم ولی کسی مرا تحویل نگرفت. هیچ همی کارای مرا کس مد نظر نداره. مخلص پشت یزی گپا نمیگرده. یکی از نشانه های اخلاص است. یکی از نشانه های اخلاصی است که پرهیز میکنه از سنا خواهی. سنا و ستایش را کار نداره، منتظر مدح مردم نیسته. علی رضی الله عنه گاهی اوقات که ستایش میشد بازی دعا رو میخوند که اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. پشت یزی نمیگرده که مرا مردم چی قسم فکر میکنه. برداشت مردم برش مهم نیست. ای خدا، حضرت علی رضی الله عنه دعا میکنه، مرا در او چیز نگه که مردم در مورد من میگن و مرا ببخش در مورد او چیزهایی که مردم در مورد من نمیدانه. مردم از من خبر نداره که من شب و روز باید نامحرم چت کردن دارم. مردم از من خبر نداره که من رابطه های مخفی با انسان های بدبخت دارم. ولی در بین مردم خیلی خوب مردم هستیم. واغفر لی ما لا یعلمون و جعلنی خیرم مما یظنون. ای الله مرا بگردان بهتر از چیزی که مردم در مورد ما گمان دارید. دعا فراموشتان نشه، ایده همیشه بایادتان باشه. ما نیستیم اما قسم که مردم در مورد ما فکر میکنن. پنجم نشانه اخلاص و انسان مخلص، عدم بخل در ستایش شایستگاه. در این مورد دو آفت وجود داره. کسی که مخلص باشه، کسی که در جایگاه بلند قرار گرفت او رو ستایش میکنه، از این رنج نمیبره که او رو ستایش بکنه. ما در دو حالت قرار داریم. گاهی اوقات به خاطر از اینکه یک کس دیگر رشد نکنه و کس دیگر توصیف میکنه که باشه دیگر کس توصیف رشد کنه، در حالی که میفهم که او شایستگی نداره، این نفر شایستگی داره. خب در سر ما میخوره، به این آفت مبتلا هستیم. یکی آفت است که شایسته را نمیشناسیم، غیر شایسته را در مقام شایسته میرسونیم و مثل شایسته توصیفش میکنیم. اشتباه کردیم. چرا که نفر مقابل رشد نکنه؟ این مخلص گفته نمیشه. یا میفهمیم که اون نفر مقابل شایسته است اما شایستگیش باید نه، هیچ چیزی نیست، در حالی که میفهمه که هر چیزی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله از بعضی یارای خود توصیف کرده، میگه اگر ما دوستی به غیر خدا انتخاب میکردم، رسول الله میگه ابوبکر را انتخاب میکردم. در دیگر جای میگه عمر اگر تو در کدام مسیر روان میباش، در یک مسیر روان باشی، شیطان خلاف از اون مسیر را تعقیب میکنه. برای عثمان میگه که ملائکه از تو حیا میکنه. برای علی رضی الله عنه میگه تو برای من مانند هارون برای موسی هست. توصیفشان بیان میکنه، از این رنج نبیبره که توصیف کس را بیان میکنه. من توصیفش بیان نکنم که از من بالاتر نشوه. این مخلص نیست. دیگه از نشانه های مخلص ای است که فعالیتش در منصب سربازی و در جایگاه رهبری یک چیز است. او فرق نداره که من رهبر باشم یا سرباز باشم، در جستجوی از این است که من کار کردم یک روز به رهبری نرسیدم. برای او جایگاه سرباز بودن، انضباط بودن مسجد و در صنف عمر تدریس کردن برش فرق نمی کنه. هر دویش برش یکسان است. واضح تر براتون بگویم، او ایره فرق نمی کنه که من در مدرسه صحیح البخاری تدریس بکنم یا نورانی قاعده کودک خوشبخت تدریس بکنم، برش فرق نمی کنه. اگر فرق برش کرد بفهمه که او کارش به خاطر خدا است، فقط به خاطر اینکه در جایگاه های بلند معلوم شود. ارزشمند نیست. خود را به چیزا وقت خود را ضایع نکنه. او در صف اول حرکت نمیکنه که همیشه در صف اول باشه، چند نفر از پشت ما باشه. تقاضای مسئولیت نمیکنه. با ابو ذر رضی الله عنه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفت که ابو ذر تقاضای مسئولیت نکنه، خیلی سخت است. ما خیلی مسئولیت را دوست داریم. گاهی اوقات میفهمیم که در اینجا شاید در درس بیه، میفهمیم که یک نفر از ما کرد در این موقعیت شایستگی خوب داره، استعداد داره. ما سر خود فشار وارد میکنیم که ما این جایگاه را برسم، اما نمیتونیم. میفهمیم که یک نفر دیگه میتونه ولی اون نمیگذاره. مخلص نیستیم. چرا به شایستگی و ارزش قائل نیستیم؟ ارزش قائل نیستیم. گاهی اوقات تقاضای مسئولیت میکنیم ولی انجامش نمیدیم. مخلص گفته نمیشه.
تقاضای استادی میکنیم ولی در منصب استادی غیر حاضر است، میره تقاضای اخلاص گفته نمیشه. خیلی دوست داریم استادی را ولی در روز انضباطی غیر حاضری میکنیم، که روز انضباط اگر من غیر حاضر باشم پرونده یک انضباطی شیست و دیگر روزا خود در بین مردم یک کمی بالاتر میشم، یک میزک در پشتیم گذشتگی میباشه، مردم گپای مرا گوش میگیره، طرف می اشاره میکنه که اون استاد آمد. به به، از این کرده که در مسجد در انضباطی باشه خیلی ارزشمند است، که در مسجد در حدیث رسول الله به خاطر خدا ننشسته باشه. هفتم نشانه مخلص، اهتمام به رضایت خدا نه به رضایت مردم، همیشه یک کوشش داره. خشم و رضایت و دیگه نشانه ایشی است که خشم و رضایتش فقط به خاطر خدا باشه. اگر خشمگین میشه به خاطر خدا هست، اگر راضی هم میشه به خاطر خدا هست. گاهی اوقات به خاطر که سرزنش میشه کار را ترک نمیکنه. اگر به خاطر سرزنش کسی کار را ترک کرد، خود تا به حال به خاطر سرزنش نشستگی بود، از این خاطر به خاطر رفت که من سرزنش میشم. را این نشانه های انسان های مخلص پروردگار هست. نهم نشانه مخلص، صبر و استقامت در توری راه. او میفهمه که مسیر دعوت مسیر طولانی هست، او در جستجوی از این است که به زودترین فرصت ثمرش دیده شود. در قصه از این است که پیروزی چرا تأخیر شد. در روز قیامت الله متعال از تو پرسان میکنه که مسئولیت را انجام دادی یا خیر، از نتیجهش پرسان نمیکنه، مسئولیتت را انجام بده. یوسف به طرف درهای بسته حرکت میکنه، میفهمه که درها بسته است، او میفهمه که من مسئولیتی است که باید حرکت بکنم اگرچه درها بسته است، شاید درها باز شود. و یک از نشانه های مخلص ای است که اظهار شادی با ظهور استعدادها. استعدادها که ظاهر میشه خوشحال میشه، اندوهگین نمیشه. والا فلان نفر در سخنرانی یک کم پیشتر از من پیش رفته، چی خاط کردم با ای به خدا، خیلی مورد توجه ما کرده قرار میگیره. اگر ایر اندوهگین شده، بفهم که تا به حال سخنرانیت به خاطر خدا نبوده. باید خوشحال شوی که اون نفر از ما کرده خوبتر دعوت میکنه. اظهار شادی به استعدادها داشته باشی، به این خوشحال باش که دیگه چند روز الحمدلله بعضی برادرا که من دیروز غازی رو تشویق کردم باشم صدای من رسیده برایش، یعنی خیر که بهترین سخنرانیت خیلی خوب شده. به این رنج نبریم که چند نفر دیگه که سالها درس میخونه به اندازه غازی نمیتونن. ما به اندازه غازی نمیتونم. چرا؟ از این رنج نبر، خوشحال شو که یک نفر دیگه هم به خاطر دعوت آماده میشه. و یکی از نشانه های مخلص ای است که اصرار بر کار بهتر میکنه. به طور مثال این نفر میگه که در هر رمضان عمره میره، هر رمضان عمره، یک رمضان میگه که میو رمضان عمره نرو، خیر است، یک کار نفل است، اینجا یک کار واجب دیگر انجام، نه خیرم، این بدون عمره ولا نمیشه. خود تو کارت به خاطر فقط عمره رفتن است، یک کار عادی است، بس خلاص. خود کار شایسته تر انجام بده، از اون خوبتر انجام بده. یا یک نفر دیگه میگه من مسجد میسازم، مردم برش مراجعه میکنه که مسجد نساز، یک چند مسجد دیگه ترمیم کار داره. میگه نه خیر، من یک مسجد میسازم، ترمیم کو دیگه را. شایسته ای است که مسجد کهنه را ترمیم بکنی، این ضرور نیست که تو یک مسجد دیگه را آباد بسازی، ده ها مسجد دیگه بی ترمیم مانده. و انسان مخلص از ستایش خود پرهیز میکنه، خود را همیشه توصیف نمیکنه که من ایتورستم سخت دعوت من رشد کرده، بهترین صوت دارم، بهترین سخنرانی دارم، بهترین تجارت دارم، این من هستم که تو میکنم. نه خیر، قبلا کجا بودی؟ یکی تحدث به نعمت است که در سه حالت پروا نداره که کسی تحدث به نعمت میکنه. این تو نشه که همه خوبی ها تو بگه به خاطر تحدث به نعمت، ولی امشب خیلی یک تهجد خوبش خواندم، تحدث به نعمت کردم. نه خیر، ایتورم نه دیگه، که در هر جای تحدث و اما به نعمت ربک فحدث. یا به خاطر تشویق مردم باشم پروا نداره، یا به خاطر دفع اتهامات از خود باشم پروا نداره. به طور مثال یک نفر میگه که تو نماز صبح در جماعت نبودی، اگر بگی که بودم پروا نداره، خود اتهام از خود دور کن، پدرت میره پرسان میکنه. دو موضوع مونده، ثمرات اخلاص و انگیزه اخلاص، که انشاءالله در مدت 10 دقیقه خلاص میشه. این شاید یک تشویق باشه، شما خوب متوجه باشه. ثمرات اخلاص چی است؟ آ بالاخره اخلاص کردیم به خاطر خدا انجام دادیم، آرامش روحی و روانی. کسی کارش به خاطر خدا باشه، او دیگه آرام هست، چرا که قلبش روی یک هدف تمرکز داره. او غم و اندوی خود را منحصر به یک آدرس میبینه، او فقط و فقط خدا در قلبش است، آرامش داره. نه، یعنی قلبش وابسته به پدرش نیست که اون روزه که پدرش خوشحال شدیم خوشحال باشه،
کدام روز اگر برادرش خفه شدیم خفه باشه، کدام روز اگر استادش خوشحال شدیم خوشحال شود. او قلبش تمرکز بر مکان واحد، بر یک مکان داره، منحصر به هر طرف نی... منحصر به یک مکان است، پراگنده نیست، آرامش داره. او قلبی که به یک محل تمرکز داشته باشه آرام می باشه. این آرامش روحی و روانی نصیبش میشه. دوم قوت روحی نصیبش میشه. روحش خیلی قوی باشه نسبت به جسمش. جسمش خیلی کوچکم از نگاه روح خیلی قوی. یک روزی این حدیث در ترمذی نقل شده، میگه الله متعال زمانی که زمین را خلق کرد و ایره گسترش داشت، گسترش داد، کوههای بلند و قوی و مستحکم و استوار و راسخ را بالای زمین قرار داد، زمین آرام شد. وقتی که زمین آرام شد، این مردم دیدند که این کوها به این حد بزرگ، آیا از این قدم مخلوق قوی تری وجود خواهد داشت؟ ایره دقیق متوجه باشند حدیث را. نزد رسول الله آمد، گفت یا رسول الله، گفت آیا از کوها کرده مخلوق نیرومندتر در زمین وجود داره؟ گفت بله، آهن، حدید. گفت آیا از آهن کرده هم مخلوق قوی تری وجود داره؟ گفت بله، آتش، آتش آهن را ذوب میکنه. گفت آیا از آتش کرده هم مخلوق قوی و نیرومند وجود داره؟ گفت بله، آب. گفت آیا از آب کرده هم مخلوق نیرومندتر و قوی تر وجود داره؟ گفت بله، باد، شمال، ریح، گفت وجود داره. گفت آیا از باد کرده هم مخلوق قوی تر وجود داره؟ گفت نعم، ابن آدم. گفت بنی آدم، کدام بنی آدم؟ یتصدق بیمینه یخفیها من شماله، با دست راست خود صدقه میده که دست چپ خبر نشه، او تو صدقه میده. این قوی ترین مخلوق است و قوی ترین عمل نزد خدا هست. از کو کرده، از آهن کرده، از آب کرده، از آتش کرده، از همه چیزها کرده، قوی تر سی عمل ده نزد خدا. این قوت روحی است که نصیب انسان میشه. روحت که قوی باشه زود رنج نمیبری. روحت که قوی باشه در داخل آتش میگه جبرائیل که بیه که ای ابراهیم علک حاجه، آیا حاجت داره؟ گفت نعم، بله حاجت داره. خب تو نه، روحی قوی دارن اینا، و فقط و فقط به خدا وابسته است. خدا مرا به کدام حالت میبینه؟ سیوم ثمرات اخلاص دوام کار، کار دوامدار میباشه. آره، ما یک جای یک مسیر کار میکنیم والا مزه نداد، تو به حال تو به خاطر مزه کار کرده بودی، مزه نداد. آره، این مسیر دعوت خو مسیر یه نیست که برای تو کس دیگه در گردنت گل انداخته برو مردم استقبال کرده برو برد. درست است اگر خوب کارت رشد بکنه، بنده واقعی خدا باشی، مردم متوجهت میشه، تو رو بلند میپنداره. اما اگر به این خاطر باشه که ول من خیلی کار کردم هیچ به کدام هدف دنیوی نرسم، والله این آدرس فایده نداره، به این یک آدرس دیگه رو بخیر شروع کنیم، از این آدرس والا چیز حاصل نشد، کار قطع میشه. شما باید بتونید که مدرسه، مدرسه ای که شروع شد از ما و شما، در ابتدا 17 نفر درس میخوند، خودم و شما تنها بودیم، 17 نفر درس میخوند. حالا در زمستان تدریس درس برگزار میشه، 1700 نفر ثبت نام میکنه. اگر دوامدار نشه خود تو مجبور می 17 نفر اکتفا کنیم، مگه 17 نفر الان یک سال 17 نفر نخیری، سال اول از سال بعد، سال بعد، سال بعد کارت رشد میکن، تشویش نکن. و ثمره اخلاصی است که تحول مباحات یا عادت به عبادت تبدیل میشه. و یک ثمره اخلاصی است که ثواب حتی بدون تکمیل کارم به تو میرسه. شب پشتر یادآوری کردیم، هشدار موبایلت رو برابر میکنی یا میسازی که برای تهجد بلند شی، نمیشی بلند. یه هم تهجد شده، هم خواب هدیه است جانب خدا هست برات. حدیث هستی میتونه شب که هر شب تو تنبل و کسل باشم که هر شب برابر کنیم، بیا توکل به خدا برابرش کنیم، خب بلند نمیشه. میتونه نیتت باشه که بلند میشه، اما نشده بنا بر ضعف بشری خود. هر شب تهجد پشت کامل نوشته است، حتی اگر مریض میشه پشت کامل ثوابش نوشته است. و ثمرات اخلاص است که یاری و ضمانت الهی. کسی که اخلاص داشته باشه از جای تمویل میشه، کمک میشه که فکرشم نمیکنه، ناخبر ناخبر از جای کمک میشه، ناخبر ناخبر یاری میشه، هیچ خبرم نداری. و یرزقه من حیث لا یحتسب. و ثمرات اخلاصی است که در سختی ها و بحران ها و مشکلات امید خود را از دست نمیده. الله متعال در حالت سختی سختی، در حالت سخت حالات ایره مییابه، دعایش را اجابت میکنه، ندایش را پاسخ میده و مشکلش را برطرف میکنه. این از ثمره های اخلاص است. خود به خود به جایی میرسه که اصلا فکرش نمیکرده که از کجا شد. انگیزه های اخلاص چی است که خلاص تشریح میکنم؟ چی باعث میشه که ما مخلص شویم؟ علم راسخ انسان را مخلص میسازه. به هر اندازه‌ای که مطالعه کنی، خصوص در باب تزکیه و تربیه، خود به خود روز به روز مخلص میشه، روز به روز خوب میشه، روز به روز مفید میشه، روز به روز مؤثر میشه.
یه علم است که تو رو میفهمونه. آلی که تو قبلا در این موارد که خواندم معلومات نداشتی، آلی معلومات پیدا کرده، در بالای اخلاص تو تأثیر داره، انگیزه اخلاص رو به تو میبخشه. دوم، هم نشینی با مخلصا، با انسان های مخلص که هم نشین باشی تو هم مخلص میشی. این انگیزه اخلاص که تو رو وادار به اخلاص میکنه. و سوم، مطالعه سلوک مخلصان خیلی موثر است. از همه چیزها کرده و کسایی که مخلص بودن او رو مطالعه کنن، زندگیشون، بیوگرافیشون را، زندگی نامه‌شون را، که نه چی به چی اندازه به این حد به مقام والا و اعلا و بلندتر رسیدن، به این مقام رافع و رفیع رسیدن، از کدام ناحیه بود، از کدام آدرس بود. وقتی که مطالعه کنن تو ما آدرس تعقیب میکنه. چهارمین انگیزه که باعث اخلاص میشه، مبارزه با نفس. با نفس مبارزه کن. اگر کدام جایی گفت که بیاد امیر جایی کمی چادرت در که مردم تو رو بشناسم، چادرت از دست بالای سرت برد که مردم نبیند. با نفس مبارزه کن. جای خیلی متوجه هستم که من در این جای در سخنرانی خود یک کلمه استفاده کنم که هیچ کس نفهمه. خیلی جستجو میکنیم نه؟ یک کلمه استفاده کنم که هیچ کس نفهمه. از چه خاطر استفاده میکنی را؟ و مهمترین اصلی را فراموش نکنن، نیایش و پناه بردن به خدا. این کتاب را، این چیزی که من براتون گفتم، چیزهایی که گفته شد، از کتاب نیت و اخلاص یوسف قرضایی بود. این را که میخونه خیلی افسوس میکنه، خیلی به تشویش میشه. نیایش با خدا که نباشه، انسان خیلی زود شکست میخوره. یک ساعت خلوت با خدا کس نداشته باشه، این عبادت های ظاهری شاید خیلی مفید نباشه. این دعا را همیشه به خاطر دوری از ریا، این را از یادتون نروه. اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. إيه پروردگار، ما به تو پناه میبرم از او چیزایی که شرک به تو مقرر میکنم اما نمیفهمم، ریا، خبر ندارم. و نستغفرك لما لا نعلمه، و دو موارد که نمیفهمم که نمی ریا خود بود، مرا ببخش. شما یک کتاب بوت رو بشکنه بخونید، کتاب بوت رو بشکنه که دروس غازی معرفی کرد، یک کتاب بوت رو بشکنه کسایی که در کامرا میبینه، ای کتاب بوت تو را بشکن را بخوانن، ای تو فکر میکنی که به قدم به قدم خود مرا گفته. یکی ای کتاب را بوت تو را بشکن، یک کتاب به نام تزکیه هست، از حامد المعاذ هست ان شاء الله. یک کتاب به نام بوت تو را بشکن، یک کتاب کمی بیشتر من براتون گفتم، نیت و اخلاص از یوسف قرضاوی، ای را بخوانن دیگه اصلا مخلوق را مد نظر نمیاری که مخلوق چی، یعنی چی مخلوق، چی خواهد کرد با ما. گفته ابن تیمیه رحمه الله میگه بهشت ما در قلب ما قرار داره، در قلب ما هست بهشت ما. اگر بندی شوم اونجا برای ما خلوت است، اگر ما کسی بکشه شهادت است، اگر ما کسی تبعید بکنه سیاحت است، هیچ جای ما رنجور نمیشو. الله متعال ما شما را از جمله بنده های مخلص خود بگردانه. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان در او بوده، در حق ان شاء الله کسی خفه نمیشه، در ناحق اگر کسی آزرده خاطر شده باشه، ما را با بزرگواری تو نعفو کنه. یک دعای 5 دقیقه می کنیم ان شاء الله. لایف اگر قطع شد خوب است.